این اینف در حالی که امام جمعه های خامنه ای در نمایش های جمعه یک بار دیگه به تعریف و تمجید از راهپیمایی نمایشی رژیم در 22 بهمن پرداخته بودند در همون حال از فعالیت های کانون شورشی و جوانان شورشگر هم ابراز وحشت کردند همزمان با هم از جمله امام جمعه خامنه ای توی بوجنورد گفت به تصویر خامنه ای توهین کردند به تصویر سلیمانی اهانت کردند و تصویر اون رو آتش زدند میخوایم نگاهی داشته باشیم به فعالیت های کانون های شروعشی و جوان های کرد در ماه گذشته که بسیاری هم بوده همراه میشیم در همین رابطه با آقای صادق پشفورش آقای پشفورش سلام میکنم به شما شبتون به خیر خیلی خوشحالم که ما همراه هستید امشب تو برنامه من هم سلام میکنم خدمت شما خدمت بینندگان عزیز و آرزوی سلامتی دارم برای همه هموطنانم بنده باشم. بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستم و برای پاسخ دادن به سوالاتی که دارید خواهش میکنم افتخار ماست آقای پشفروش ابعاد و گستردگی عملیات ضد اختناق کانون های شورشی به خصوص در ماه بهمن چقدر بوده که در واقع چنین واکنش هایی رو به همراه داشته و کمی در رابطه با همین فعالیت ها برامون توضیح بدید چون ما این رو به صورت شاید فعالیت های پراکنده ای دیدیم ولی صحبت کردن در رابطه با اون چی که در مجموعه بهمن اتفاق افتاد هم از بابت عدد و رقم شاید تصویر واقع بینانه دیگه ای به اون بده بفرمایید تلاش میکنم در فرصت کوتاهی که هست بهش بپردازیم در ماه بهمن ما در واقع 750 پراتیک انقلابی داشتیم و بیش از 320 عملیات ضد اختناق که به اضافه در واقع بیش از هزار عملیات آتشین که در واقع اینها بخش عمده ای عملیات و فعالیت هایی بود که ما در بهمن ما داشتیم که قیمت اون در واقع دستگیری و پیگرد کانون های شورشی و شورشگران بود که در واقع با پرداخت قیمت این عملیات ها رو به پیش بردم ولی با وجود این بسیار موفقیت آمیز بود و تونستن راه و مسیری که در واقع هدفشون هست و اون هم نشون بدن که سرنگونی این نظام پلید فقط با آتش و تاکید روی این سنخ این نوع از عملیات صورت میگیره پیش میره اشاره کردید به صحبت های این آخوند امام جمعه بجنورد آخوند نوری که در واقع این گوشه‌ای از واکنش‌های رژیم در رابطه با گستردگی این عملیات که با سود و گداز میگه که دیدید تصویر مقام و معظم رهبری را بعضی‌ها توهین کردند و بر علی اون شعار دادند بیگانگان عجیر شدگان بیگانگان به تصویر شهید سلیمانی اهانت کردند بعضی بیعقلی کردند آمدند تصویر این قهرمان ملی را با آتش کشیدند و غیره که در واقع این یکی از این آخوندهای امام جمعه بود که این رو میگه و در رسانه های رژیم پر است از اظهارات اینا ولی باید گفت که یکی از عملیات هایی که در واقع میز رژیم رو چپ کرد اون عملیات شلی که دوازده خمپاره صوتی بود توسط کانونای شورشی که در حین سخنرانی جلاد رئیسی این شلیک شد و باعث شد که به مدت 15 دقیقه سخنرانی اون قطع بشه همینطور عملیات های مختلف برای آتش زدن بنرها و نمادهای منحوس سران رژیم و از قاسم سلیمانی تا خامنه ای و خمینی که بسیار فراگیر شده بود به طوری که رژیم تلاش میکرد یا اونا رو به طور کامل در بعضی مناطق و شهرها جمع کنه و یا اینکه در مناطق و یا هیته های حفاظت شده خودش قرار بده و یا اینکه به نوعی از دسترس در واقع های شورشی دور بکنه ولی با وجود این میدینیم که در ساعات پرتراکم و حتی ساعات روز کانونهای شورشی این نمادهای نهوستت نظام پلید رو به آتش میکشیدن حتی در موارد زیادی ساعتها وقت میگذاشتن تا از این بنرها و نمادها پیدا کنند تا اون رو خلاصه از شهر پاک کنند خب در مقابل خود خامنه ای به صحنه اومد تلاش میکرد با مانورهای مختلف روی این عملیات ها سایه بندازه ولی خب موفق نمیشد چون که قدری گستردگی اینا زیاد بود که در مردم بسیار باستاب زیادی داشت و راه و مسیر در واقع سرنگونی رو به خوبی این عملیات ها به مردم نشون میدادن سوال من اینه که الان شما میگید که در شرایط این عملیاتها انجام شد یا این اقدامات انقلابی انجام شد اون شرایطی که میگید چه شرایطی هستش؟ بله در واقع در فاز جدید قیام خب این عملیات ها بسیار نقش داشته خب رژیم تلاش کرد که با این دهه زج و همینطور با این سخنرانی رئیسی و همینطور با مراسمی که برای 22 بهمن گرفت و تلاش داشت که جمعی از نفرات و عناصر خودش رو به صحنه بیاره بتونه بگه که بر موج قیام‌ها تونسته سوار بشه و قیام‌ها رو فروکش کرده و به همین دلیل فضایی رو برای نیروهای خودش از اینکه قیام به اتمام رسیده به انتها رسیده ایجاد بکنه و همینطور مانور آزادی زندانیان هم گوشه ای از همین مانورهایی بود که خامنه ای نشون میداد ولی دیدیم که این عملیاتها ها در واقع همه اینها رو نقش براب کردند که بسیاری جاها دیدیم این مراسم از انگشتان دست تجاوز نمیکرد رژیم تلاش زیادی کرد که این بسیج بیست بهمن رو در واقع باستاب بده انکاس بالایی روش بده و خیلیا رو از نیروها و نفرات خودش رو با تطمی و بعضا با تهدید اونها رو تلاش کرد به صحنه بیاره و دیدیم هم صحنه هایی رو که در فضای مجازی بود که به طور واقعی با فتوشاپ یا تصاویر مسخره مربوط به سالهای گذشته میخواست نشون بده که خلاصه تعداد زیادی از جمعیت رو به صحنه ورده و بسیاری از گزارشگران واقعی صحنه اونها رو نشون میدادند که در فلان ساعت که ما اونجا حضور داشتیم هیچ اثری از جمعیت نبود خب اینها را رژیم در حالتی انجام میداد که اعلام آماده باش 100 درصد کرده بود که و میخواست این نمایشات بدون هیچ نقصی انجام بشه ولی دیدیم انفجار دوازده بمب صوتی در واقع کاملا این ترفندهای های رژیم رو نقش براب کرد در واقع کانون های شورشی بودند که با ماکزیموم فداکاری به صحنه اومدن و در واقع این بیست دو بهمن رو در واقع تبدیلش کردند به یک خیزش و قیام و نشون دادند که این آتش بالاتره که حرف نهایی رو میزنه اگه من بخوام چون که سوال کردید اشاره کنم به برخی از عملیات های کانون های شورشی در بهمن ماه باید اشاره کنم به اون مراسم صبحگاه و شامگاه یگان مسلح یازده نفره که باستاب زیادی تو رسانه ها داشت و همینطور چلو چار عملیات بزرگ در تهران و شهرهای مختلف به مناسبت چلومین, 44 امین سالگرد در واقع سرقت انقلاب 57 که نشون داده شد خود این عملیات ها انفجار و با آتش کشیدن مجسمه خمینی توسط یک تیم از کانون های شورشی در پاتابه کوهلی بوی رحمت و به آتش کشیدن مجسمه در واقع جلاد قاسم سلیمانی تو کوین فارس و همینطور تو اسفهان اون اداره تذیرات حکومتی رو با آتش کشیدن در احواز پایگاه بسیج و شهرهای مختلف دیگه که من خواستم به اختصار بگم همینطور برگزاری انواع مراسم برای بزرگ داشته هماسه 19 بهمن آشورای مجاهدین بود که در بسیاری از شهرها برگزار شد همینطور تصویرنگاری از رهبری مقاومت در تهران گشساران و همینطور دانشکده مهندسی و مکانیک و انرژی تهران بود که پخش شد آتش زدن گسترده صدها در واقع بنر قاسم سلیمانی و خمینی و خامنه ای و همینطور راهپیمایی قهرمانانه کانون های شورشی در روز 22 بهمن بود که نمونه های از اون رو در خورمشهر، تهران، تبریز و همینطور خورم آباد و مشکین شهر ما دیدیم که در خیابانهای شهرها رژه می و همینطور در شهریار اجازه بدید اشاره کنم به تظاهرات شبانه در واقع مردم دلیر در شهرهایی مثل تهران، سنندج همراه با پایین کشیدن مجسمه های این سران ملعون نظام بود که در برخی شهرها بود مثل آبدانان و همینطور استمرار تظاهرات در روز جمعه در زاهدان و شهرهای دیگر بلوچستان که با شعار مرگ بر خامنی و مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر امیدوارم تونسته باشم پاسخ سوال شما رو تا حدودی داده باشم بله آی بشوش فقط یک سوال دیگه مجموع فعالیت هایی که الان شما اینجا فهرست کردید در ماه بهمن که بهش اشاره شد آیا اینا فقط مختص کانونهای شورشی بوده این فعالیت هایی که در بهمن ما بوده در واقع این عملیات ها بسیار هدفش فراتر از انجام یک عملیات بود که در واقع اون این کانونهای شورشی میخوان راه و مسیری رو نشون بدن که مسیر درستیه که منجر به سرنگونی میشه و اون هم اینکه هر چه آتش بالاتر و اینکه شیوه هایی که الان بعضا تبلیغ میکنن خشونت پریزی و اینکه این نظام میشه با راهپیمایی هم سرنگون بشه و یا بیرون کشیدن پول از توی بانک بله یا مثلا نافرمانی مدنی نافرمانی مدنی راهپیمایی های آرام سکوت و اینا در واقع توهماتی بیش نیست که میخوان در واقع دلخوشیهایی به مردم بدن و اونها را از اصل قیام و اصل راه و مسیر که همان بالا بردن آتش و مسیر آتشین این مسیر سرنگونیس رو دور کنن و در واقع ام. این کاری نمیکنه الا درد و رنج مردم رو بیشتر میکنه و سرنگونی رو به تاثیر میندازه این اوه. خط در واقع به بسیار فراتر از کانون های شورشی رفته در بسیاری شهرها و جوانها با آتش زدن در واقع نمادهای رژیم بستن خیابانها به صورت خودجوش این حرکت انقلابی رو به تحصی از خود کانون های شورشی انجام می دادن درسته آقای یک سوال فقط بکنم الان چون شما اشاره کردید به در واقع به موضوعی به اسم در واقع بیهزینگی یا کارهای یا سیاست ها یا پیشنهاداتی که ظاهرا علیه حکومت هستش همسو هستش با براندازی حکومت ولی خب بی است اگر چنین چیزی وجود داشته باشه چنین گزینه چنین راه حلی گذاشته باشه چه مشکلی داره طبعا اگر چنین راهی وجود داشت فکر کنم پیش قدم و پیش تاز اون خود مجاهدین بودن این رژیم رو چهار ده هست ما داریم تجربه می کنیم. مطلقا در واقع زبانی جز زبان قهر این نظام متوجه نمیشه این مسیر آزموده شده است و آزمودن مجدد اون خطاست و تنها راه همینه کما اینکه شما در شهریور ماه در ماه اول اوج گرفتن قیام ها و ماه دوم سوم دیدیم به چه صورت رژیم داره به سراشی به سرنگونی نزدیک میشه و باید هم بر همین آتش اضافه کرد و باید هم سازماندهی این آتش رو پیچیه تر و بالاتر برد و این تنها مسیریه که در واقع ما رو به سرنگونی این نظام میرسونه و هر روز هم در صحنه ما همین رو داریم میبینیم این در واقع راه و رسم کانون شورشیه که تلاش می‌کنند در صحنه همین رو به مردم و نیروهای شورشی نشون بدن و این رو تبدیلش کنند به مشی شورش و شورشگری و یگانه راه و مسیری که میشه اون رو و باید اون رو الگو قرار بدن که شما نمونه اون رو تو دهلوران به نظرم دیدیم که چطور جوانان شورشگر برای پاک کردن میدان شهرشون از یک نماد بسیج به صحنه میان و درگیر میشن با نیروهای انتظامی و امنیتی و کار به درگیری متقابل کشیده میشه و دو تن از جوانان مجروح میشن و دو تن از نیروهای رژیم هم مجروح میشن بنابر این این راه رسم قیمت دادن کانونهای شورشیه و همین حرکت های انقلابیه که در واقع اگر در سراسر میهن به هم به پیونده تبدیل به یک حرکتی خواهد شد که راه و مسیر سرنگونی رو باز میکنه رژیم هم با تمام توانش داره تلاش میکنه مسیر انحرافی که همان در واقع چیزی نیست جز ویروس سلطنت و همونی که خودتون گفتید ویروس های بی رو در واقع به عنوان راه و مسیر نشون بده ولی مردم آگاه و نیروهای شورشی و کانونهای شورشی به خوبی این رو تجربه کردن اونها پیشاهنگان در واقع این راه و مسیر هستن و به تجربه هم دیدن اون چیزی که در واقع رژیم رو میتونه در واقع از اون عریکه حاکمیتش به زیر بکشه اون رو به سرنگونی ببره همان در واقع آتش بالاتر و بیشتره و این هم گریزی ازش نیست بسیار علی آقای پشتوش ممنونم به خاطر حضورتون تو برنامه امشب مدرم که مثل همیشه موفق و پیروز باشید با درود به شما و تشکر از ممنونم شب شما به خیر